22 روز فروردین ماه برابر با 11 آپریل، سال 593 خورشیدی برابر با 1214 میلادی، زادروز راجر بیکون، فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی. راجر بیکون کیمیاگر انگلیسی سده 13 که فرانسوی ها او را رژه بیکون هم می نامند، از دانشمندان علوم طبیعی و پیرو فرقه فرانسیسکن بود که در دانشگاه آکسفورد و پاریس که در آن روزگار پایتخت دانش اروپا به شمار می آمد به کسب علم پرداخت و با تلاش بسیار گردآوری های دانشمندان سایر ملل و آنچه را که ایشان از کتاب های یونانی ترجمه کرده بودند را بازخوانی کرد و چون نوع تفکرش از اندیشه مردمان هم دورانش پیشتر می رفت دچار آزار و اذیت بسیار شد. گروهی اختراع شیشه، دودکش، قطب نمای کشتی، سکان کشتی، کاغذ، عدسی، عینک و باروت را از او می دانند. همچنین وی توانست دستور زبان ساده‌ای که به یاری آن می توان زبانهای یونانی، لاتین، عبری و عربی را در زمانی کوتاه آموخت فراهم آورد. سال 1298 خورشیدی برابر با 1919 میلادی، ترور امیلیانو زاپاتا، انقلابی مکزیکی. امیلیانو زاپاتا سالازار با نام کامل امیلیانو زاپاتا یا امیلیانو زاپاتا یکی از رهبران برجسته انقلاب مکزیک و همدوره مادرو علیه رژیم پورفیرو دیاس است که با تأسیس و رهبری یک نیروی انقلابی با نام ارتش آزادی بخش جنوب توانست در طول انقلاب مکزیک به یکی از قهرمانان ملی این کشور مبدل شود و به همین سبب هم سالها بعد از درگذشت وی جنبش انقلابی را که از ایالت چیاپاس مکزیک آغاز شده بود به احترام او ساپاتیستا یا ساپاتیستاس نام نهادند. امیلیانو زاپاتا، انقلابی مکزیکی، سرانجام مغلوب حیله پابلو گونزالس، یکی از سرسخت‌ترین ژنرال‌های دولت مکزیک شد. گونزالس سالها برای بدام انداختن و شکست زاپاتا تلاش کرده بود. او با استفاده از یکی از ستوانهایش به نام سرهنگ خسوس گواخاردو که ظاهراً پشت به دولت کرده بود و میخواست علیه حکومت وارد عمل شود و به ارتش زاپاتا بپیوندد، زاپاتا را فریب داد. گونزالس برای آنکه بتواند اعتماد زاپاتا به مأمور خود را جلب کند، به گواخاردو دستور داد که به یکی از پادگانهای خودی حمله کند. با حمله او به یک پادگان دولتی و قتل عام 57 سرباز دولتی، گواخاردو توانست توجه زاپاتا را جلب کند. زاپاتا که پس از این حادثه به گواخاردو اطمینان پیدا کرده بود و با این تصور که او به جمع انقلابیون پیوسته، از وی خواست تا جلسه ای ترتیب داده با هم مذاکره کنند. گواخاردو نیز به کمک گونزالس این جلسه را ترتیب داد. در زمان موعود، هنگامی که زاپاتا وارد محل ملاقات شد، مردان گواخاردو که در کمین بودند او را به گلوله بسته کشتند و بدن بیجانش را به شهر کواتلا بردند تا مرگش ثابت شود.